دقیقا یه شجاعتی در معمولی بودن واقعا هست. یه شجاعتی آره فیلم هست. حوزه نقاشی رو دیدین مال آقای مازیار میدین بله،, بله بله خانم نگار جواریان و آقای شعب حسینی بله. بازی میکنن خیلی جالب فیلم خب اینا یه ماجرای عاشقانه ای دارن دو تا آدم هم هستن که از نظر ذهنی دچار اختلالاتی هستن و یه فرزند پسر دارن وقتی زندگی سخت میشه براشون به جدال میخورن مشکلات مالی شرایط مختلف دائما یکیشون یادآوری میکنه که لحظه ای که داشت عقد میکرد ما رو اون حاج آقا یا چه جمله ای بهمون گفت و این باعث میشه که دوباره به آرامش برسن کمی جلوتر دوباره دنیا بهشون سخت میگیره و این جمله معجزه آسا یا ات حاج اون لحظه چی گفت آرومشون میکنه ما آخر فیلم میدونیم میفهمیم که اون جمله چی بوده هرچند منتظر یه جمله حکمت آمیز بزرگ میدونید پیچیده ایم ولی جمله به سادگی و بسیار عمیقه جمله این بوده که اون حاج آقا اون زمانی که عقد اینا رو خونده بشون گفته برید و با هم بسازید همینقدر معمولی و همینقدر فوقلاده میدونید در ستایش آدم های معمولی آقا ها باید حرف زد قصه هاشون رو شنید میدونید آدم های معمولی اتفاقا بهترین ساکنان این سیارن کمترین آسیب رو گاهن زدن می یه نویسنده ای هست به اسم ریموند کاروه بله. که قصه هاش خیلی قصه های عجیب غریبه با قله و اوج و فرود نیست قصه آدم های معمولی و اتفاق های معمولیه نه ولی به قدری عمیق تاثیرگذار و چند لایه است که آدم سیر نمیشه اتفاقا چه خوف هم این مشخصه دقیقاً دقیقا میخواستم بگم دقیقا همینطوره میگه قصه معمولی من شنیدم که خیلی برام جالب بوده از یه آدم معمولی که دنیا رو داره به سبک خودش اندازه خودش به جای بهتر تبدیل میکنه من قصه یه خانمی رو شنیدم که ایشون ماما هستن و بچه ها رو به دنیا میارن و خیلی روزی که یه عمل دارن و باید این در تولد رخ بده خیلی خوشتیب میرن تو اتاق عمل به خودشون میرسن آراسته تمیز زیبا و چیزی که میگن فلسفه پشتش اینه که میخوام اولین تصویری که این بچه از جهان میبینه تصویر زیبایی باشه من ارزم اینه که ما باید قصه های آدم های خوب معمولی رو بشنویم و معمولی بودن از یک ناسزا و دشنام خارج کنیم مردی که ده ساعت زنی که ده ساعت یا بیشتر برای رفاه خانوادش با جهان می جنگه آدم معمولی نیست آدم درخشانیه میدونید و باید قصه هاشون رو شنید یکی از عوارضیه که آقای صحت این شبکه های اجتماعی به ما نشون میدن اونا یه قسمتی از زندگی رو به ما نشون میدن و این انتظارات رو در ما ایجاد میکنن که ما باید اونطور باشیم امروز من این کتابی اووردم نوشته آقای نیکولاس کار به نام اینترنت با مغز ما چه می اینترنت با مغز ما چه می کند نیکولاس کار محمود حبیبی این کتاب با ترجمه های دیگه و توسط ناشرهای دیگه هم در بازار کتاب موجود چاپ پنجمشه این از سری نشر گمان هست شماره 18 است. که بسیار کتاب های خوبی توی این مجموعه در اومده در واقع مسائل روزمره آدم ها رو از دیدگاه فلسفی توی این سری بهش نگاه کرده به کار، به بیماری، به اعتقادات. مسائل روز، یعنی در واقع فلسفه رو وارد زندگی روزمره کرده و از این منظر و از این جهت خیلی خیلی سری مجموعه درخشانی هستن این کتابو. دقیقا ای همینطوره. اینم هم یکی از اون سری بسیار کتاب خوبیه. در واقع نیکولاس کار اومده بررسی کرده که این تکنولوژی جدید به نام اینترنت به لحاظ شناختی چه محدودیت هایی بر مغز بشر اعمال میکنه و البته چه افزوده هایی براش داره یعنی هم نیمه پر رو دیده و هم نیمه خالی رو ما در مورد شبکه های مجازی خوب زیاد جلسه قبل حرف زدیم کتاب با این شروع میکنه که مغز ما تحت تاثیر تجربیات ما تغییر میکنه مثلا یک معلول اگر در یک تصادف بیناییش رو از دست میده مغز با توجه به اتفاقی که افتاده عوض میکنه حواس رو و رابطهش رو با حواس و حواس دیگه مثل شنیدار مثل دقیقاً لمس لامسه اینا رو تقویت میکنه در واقع تجربه ای رخ میده و مغز در واکنش به اون تجربه خودش رو بازسازی میکنه و تغییر میده سوال کتاب اینه که تجربه مهمی به نام اینترنت که ما رو فرا گرفته چه تغییراتی در ذهن ما در فرایند تفکر ما ایجاد میکنه سوال اینه اول یه تاریخی رو کتاب میگه در مورد اینکه چه اختراعات دیگری چه،, چه تغییرات شناختی در بشر اعمال کرده یکی از مهمتریناش اختراع آقای گوتنبرگ ماشین چاپه خب خیلی اختراع مهمیه دیگه ماشین چاپ کتاب رو ارزان کرد کتاب رو عمومی کرد چند سال بعد از اینکه ماشین چاپ اختراع شد بیش از دوازده میلیون نسخه چاپی کتاب در سراسر اروپا وجود داشت و این مسیر تاریخ رو تغییر داد و مسیر تفکر انسان رو هم تغییر داد یکی از تغییرات مهمش اینه که واژگان بیشتری به بشر آموخت مثلا نیکولاس کار اشاره میکنه که طی پژوهشی بشر اون موقع در زبان انگلیسی 7000 واژه متداول رو به کار میبرد بعد از گسترش کتاب ها چون نویسنده ها برای اینکه احساسات و شرایط انسانی رو توصیف کنند به واژگان گسترده تری در نیاز داشتند و اونها رو استفاده میکردن از هفت هزار به یک میلیون واژه افزایش پیدا کرد دایره واژگان انگلیسی و میگه این تفکر بشر رو در اون اصر در قرن 15 گسترش داد آقا سعد کلمات مساله تفکرن ما نمیتونیم به این میز فکر کنیم بدون کلمات میتونیم کلمه میز رو بگیریم ولی باز به کلمات دیگری نیاز کلمه داریم دقیقا دید. به اینکه یک سطح افقی چهار پایه دار و اگر کلمه سطح افقی چهار و پایه هم بگیریم اون موقع میزی وجود نخواهد داشت ما هر چقدر که کلمات بیشتری بلد باشیم قضاوت اون از شرایط خودمون از جهان میتونه گسترده تر و غنی تر باشه اختراع گوتنبرگ این کارو کرد برای همینم که فکر کردن به زبان زبان مادری همیشه راحت تر, راحت تر. آدم با کلمات بیشتری در زبان دقیقه. مادری معنوس و گاهی کلمه ای که ما اطلاق میکنیم در قضاوت یک موقعیت اون رو تعیین تکلیف میکنه و خیلی مهمه که این کلمه چقدر دقیقه مثلا به شخصی میشه گفت جاهل یا میشه گفت نادان یا میشه گفت کم خرد یا میشه گفت کم هوش درسته میدونی ولی همه این کلمات یه درسته که یک پدیده رو توصیف میکنه اما خیلی با هم فرق دارن اصلا بار در واقع نه تنها معنایی بلکه بار قضاوتیش بار اخلاقیش هم فرق کاملا فرق میکنه و ببینید چه تفاوتی ضمن اینکه کتاب اشاره میکنه که اختراع ماشین چاپ در گسترش زمینه های پروتستانی در غرب بسیار موثر بوده یکیش چاپ کتاب های مقدس بوده کتاب های مقدس در انحصار نهادهای دینی بودن ولی وقتی به شکل گسترده چاپ شدن اون وقت هر مسیحی خودش میتونست رابطه شخصی با این متن مقدس برقرار کنه و این زمینه های مهمه. یعنی میگم تو این گردش تاریخی چقدر یه اختراع بشر میتونه می می تاثیر مهمی می داشته باشه ببینید یه پدیده ای که جدیدا جهان ما رو به شکل مهمی 500 سال بعد از اختراع ماشین چاپ داره تغییر میده اینترنت خب و فرایندیه که به نظرم خیلی مهمه بهش بپردازیم تو فلسفه هم شاخه هست بعضی از فیلسوفا بهش میپردازن به نام فلسفه تکنولوژی و در رابطه با فلسفه ذهن بررسی میکنن که چه عواقبی اینترنت میتونه داشته باشه قبلش اینو بگم که خب اینترنت بسیار دنیای ما رو جای بهتری کرده به صورت عمومی اینترنت کمک کرده آدم ها ارتباط بیشتری داشته باشن امور رو راحتتر انجام بدن خیلی خیلی اصلا در مورد خوبی هاش واقعا میشه ساعت ها حرف زد با احتساب اینکه میدونیم اینترنت چقدر چیز مهمیه و خوبیه و کاربردیه ما میخوایم نقدش کنیم میخوایم بگیم که اینترنت چه بلایی سر ما آورده در واقع در کنار تمام مواهبش ببینید یکی از فرایندهایی که اینترنت اعمال کرده به ما به نظرم در رابطه با خواندن که خیلی مهمه مرگ تخیله ببینید مثلا یه شبکه اجتماعی رو شما ببینید وقتی بالا پایینش میکنید مجموعه زیادی از عکس ها رو میبینید که به وضوح و کاملا شفاف و سرراست با یک عکس و یک متن کوتاه به شما اطلاعات میدن اما کتاب های چاپی اینطور نبودن شما رو درگیر خودشون میکردن خواندن یک کتاب یک داستان چاپی شما رو یک فرایند همافرینی بین نویسنده و خواننده بود دری رو خواننده توصیف میکرد با ترک های روش چوبی که پوسیده میدونید و و و شما میساختید این رو از آن خودتون میکردید این رو اما با دیدن تصویر یک در که اینقدر سریح داره خودش رو به شما تحمیل میکنه اجازه همآفرینی از شما گرفته میشه میدونید پس یکی از فرایندهایی که ما تو شبکه های اجتماعی مطالعمون کم عمق شده همینی که ما اصلا ما, ما اصلا درگیری مشترک نداریم با اون لغت الان ساختین اصلا اصلاً. اصلاً, اصلاً یعنی اصلا مثلا آره دقیقه یعنی یک کلمه اضافه کرد یک میلیون یک کلمه دقیقه یکی دیگه از چیزهای اینترنت مرگ عمقه میدید اینترنت دائما توجه ما رو منقطع میکنه ببینید یعنی منظورم اینه که اجازه تمرکز طولانی مدت روی یک مبحث رو از ما میگیره. به حوصله کمی دارن برای اینکه 300 صفحه، 200 صفحه راجع به یه موضوعی عمیق بخونن و با تمرکز بخونن. اینه که دانش ما به دانشی گسترده اما سطحی تبدیل شده. ویکیپدیا رو ببینین هممون تجربه داریم واردش میشیم راجع به یه موضوع یه حادثه تاریخی یا آدم اطلاعات کسب میکنیم اما دائما میریم روی این هایپر لینک ها و از صفحه‌ای به صفحه و صفحه و بعد از چند ساعت ما یک دانش گسترده داریم راجع به مسائل ما اما اصلا عمیق نیست به خاطر توجه منقطع دائما قطع میشه میدونید عمیق نمیشیم بخش دیگهش هزینه سوی سویچینگ ما وقتی توی شبکه مثلا اجتماعی مثل اینستاگرام برق میزنیم و میایم پایین از مباحث مختلف میریم به مباحث مختلف دیگه از غذا به ورزش از ورزش به سفر به عکس یک دوست میدونید توجه ما دائما قطع میشه دائما زخمی میشه تو مبحثی که نیکولاس کارتون کتاب میگه این یک هزینه داره میگه ذهن برای اینکه از یک مبحث سویچ کنه منظورم که تغییر کنه به یه مبحث دیگه نیاز به این داره که یه بار میدونید کند بشه یه بار فضا رو تغییر بده تخیل کلمات و بعد وارد فضای دیگه بشه این توجه رو میاره پایین و حتی ما تو مباحثی که داریم دنبال میکنیم عمق رو از ما میگیره آیا دکتر من یه تجربه شخصی ما اجازه میدیم بله بگم که توی همین فضای مجازی و اینستاگرام انجام شد و یعنی اتفاق افتاد و برای خودم خیلی جالب بود دفهم. یه مجموعه عکسی بود از یه عکاس خیلی مطرحی که توی یه موزه عکاسی کرده بود من یه دونه از این عکس ها رو گذاشتم توی صفحه مجازی و یه عده ای کامنت گذاشتن نظرشون رو نوشتن یه عده ای هم لایک کردن پسندیدم اون دکمه رو زدن لا, لا. من روز بعدش یه عکس دیگه از همون مجموعه رو که اصلا هم عکس بدتری نبود تعداد کسایی که نظر دادن کمتر شده بود تعداد لایک ها هم کمتر شده بود. درسته. روز بعد دوباره یک عکس دیگه از همون مجموعه گذاشتم و به نظر خودم عکس بهتری بود. باز هم تعداد نظرها کم شده بود و هم تعداد لایک ها یعنی دائم دنبال یک چیز جدید بودن. عکس ها بدتر نشده بود دقیقا. ولی میزان علاقه نشون دادن کاهش پیدا دقیقا. کرده بود. عکس به عکس کمتر شده. دقیقا چون این قبلا مشابهش انگار دیده شده بود دیگه جذابیتی دیگه جدید بودنی نداشت دقیقا یعنی این که ما دائما دنبال امور جدیدیم امکان توجه عمیق ما رو رو مباحثی که داریم کم میکنه کاملا و آقای صد یه چیز دیگه اونم میدونید دیکتاتوری لایک like هاست ببینید اینستاگرام به جایی تبدیل شده با همه خوبی هایی که داره کلی کسب و کار اونجاست کلی آدم ها با هم در ارتباطه اینا عالیه ولی به جایی تبدیل شده که آدم ها نظراتشون رو مطرح میکنن و معیار ارزیابی صحت یا عدم صحتون مطلب لایک like هاست ولی بسیاری از نظریاتی که جهان رو به جای بهتر تبدیل کردن آگاهی جدید تولید کردن در زمانه خودشون پسندیده نمی شدن. میدونید یه معیار برای ارزیابی حقیقت تعداد آدم هایی که یک ایده رو در حقیقت میپسندن نیست گاهی عمق اون قون ایده است گاهی میدونید اون گزاره چقدر صحت داره یا نداره اصلا از نظریه های علمی همینجوری که گفتیم همینطوره و بزرگای تاریخ علم در زمان خودشون نادیده گرفته شده دارد. یعنی میخوام بگم ما دقیقا دقیقا همین نکته است حالا راه هم سریع باز جلسه گذاشتم اشاره کردیم بگم و بحث رو تموم کنیم جمع بندی کنیم من فکر میکنم ما به مینیمالیسم احتیاج داریم جلسه گذاشته یه هایکو خوندم به نظرم این اشاره خوبیه چون هایکو یه, یه قالب خیلی کوتاه گرای محدود داره و تو این قالب باید عمیق ترین زده شه من فکر کنم ما رابطمون با تکنولوژی و به خصوص اینستاگرام و شبکه های اجتماعی باید میدونید حول یک مینیمالیسم دوباره سازمان بدیم به کمینه گرایی رو بیاریم یعنی نگاه کنیم ببینیم بخشی از این زمانهای طولانی که اونجا صرف میکنیم رو باید کاهش بدیم واقعا برای اینکه باز بتونیم کار عمیق کنیم منظورم اینه که اگر داریم مطالعه میکنیم یا مینویسیم برای اون مدت کاملا شبکه ها رو بذاریم کنار گوشیمون رو کاملا و سه چهار ساعت به سبک گذشتگان کار عمیق کنیم با همه وجود درگیرون قرار در بود که توی این جلسه درباره این مینیمالیستی که آره. میگیم بیشتر توضیح بدین آره. چه بهتر که الان دوباره برگشتیم به اون به خواهش میکنم دفعه بعد حتما تر درباره این مینیمالشو من کلی هم سوال داره حتما سعی میکنیم باز برسیم به تکنیک های عملی برای اینکه چه کنیم که در این جهان پرهیاهو کمی آرامش به ما برگرده با حفظ حضورمون در فضای تکنولوژی که لازمه اما بتونیم اون حریم مقدس انزوا رو و فردیت رو حفظ کنیم عالیه خیلی منتظر و مشتاقم خیلی خیلی از شما ممنونم متشکرم از وقتی که به من دادید و خدا نگهدارتون خدا نگهدار